این نشانه سالم بودن نیست. حتما باید رو خود رو تست بشه. فقط دارم شبیه سازی انجام میدم. درود بر شما. میخوایم انژکتور رو شبیه سازی کنیم. یعنی کاری کنیم که انژکتور قطع و وصل بشه. روی برد ICU پایه 8990 و دو تا پایه که بالا داره. این چهار تا که LED زدم مربوط به انژکتوره. وقتی روشنش بکنیم، اگه یک LED متصل کنیم، ولتاژ مثبت رو بهش بدیم، شروع به قطع و وصل شدن میکنه. داخل انژکتور یه سیم پیچ. ما میتونیم ولتاژ رو وارد این دو تا پایه کنیم. ولی نمیتونیم به سرعت اون رو قطع و وصل کنیم. پس میتونیم از یک دستگاه کمک بگیریم به اسم فانکشن جنراتور. یا میتونیم از ماژول استفاده کنیم. این ماژول 555 تولید پالس مربعی میکنه که تو خودرو از این پالس خیلی استفاده میشه. دوستانی که الکترونیک کار میکنن کاملا این ماژول رو میشناسن. حالا شاید بعضی از دوستان آشنایی با این ماژول نداشته باشن. این ماژول با 5 ولت روشن میشه. این پایه 5 ولت میگیره، پایه وسط منفی یا 0 ولت و این خروجیه. یعنی همون پالس ها رو به ما میده. بس مگه اینو به 5 ولت بزنم و اینو به منفی، در اینجا پالس دارم. با این جامپر میتونم سرعت فرکانس رو کم و زیاد کنم. یعنی هر چقدر این جامپر رو به سمت پایین بیارم، فرکانس های کمتری تولید میکنه و با اینا میتونم اونو تنظیم کنم. ولی من نمیخوام از این استفاده کنم. قبلا از این یک ویدیو ساختم. طرز کارش هم کامل شرح دادم. میخوام از فانکشن جنراتور روی میزم استفاده کنم. اینا ورودی های سیم پیچ هستن. پس یکی از این پایه ها رو بهش ولتاژ میدم. میخوام از 5 ولت استفاده کنم. در خودرو 12. من تو این آزمایش از 5 ولت استفاده میکنم. پس ولتاژ مثبت اینجا وارد میشه، وارد سیم پیچ میشه، برمیگرده اینجا. از طریق این سیم وارد پایه وسط ترانزیستور میشه. این یک ترانزیستور NPN هست، ترانزیستور منفی، شماره اونم D718. این پایه بیسه. یک مقاومت 100 اوم گذاشتم، قهوه‌ای مشکی، قهوه‌ای. وقتی ولتاژ به بیس داده بشه، این دوتا پایه به هم میچسبن. این کلکتوره، این امیتر. پس میشه یک کلید. پس ولتاژ اول وارد این سیم میشه، وارد سیم پیچ میشه، برمیگرده، میاد وارد کلکتور میشه و وقتی این پایه به این بچسبه، از طریق امیتر برمیگرده به ولتاژ منفی. پس ولتاژ مثبت اینجاست، ولتاژ منفی رو اینجا وصل میکنم. حالا باید پالس رو در اینجا بدیم. خب عملا اجرا میکنم. این ولتاژ مثبت منبع تغذیه. دارم از 5 ولت استفاده میکنم. از شارژر موبایلم میتونید استفاده کنید. پراپ منفی رو میزنم اینجا رو امیتر. بس مثبت وارد سیم پیچ شد، دور زد، اومد رفت رو کلکتور، از طریق امیتر وارد منفی شد. حالا باید فانکشن جنراتور رو اینجا متصل کنم. از این ماژول هم میشه استفاده کرد. پس پایه خروجی که در اینجا هست باید به اینجا متصل بشه. این دوتا هم که ولتاژ 5 ولت میگیرن. این منفی فانکشن جنراتور در اینجا، روی منفی، مثبتش روی مقاومت. حالا میخوام اسیلوسکوپ هم متصل کنم تا شکل موج رو ببینیم. گیره سوسماری رو رو منفی میزنم. پراپ اصلی رو میذارم روی مقاومت. کمی شلوغ شد ولی خیلی ساده است. حالا میخوام مدار روشن کنم، رو اسیلوسکوپ به شما قطع و وصل شدن انژکتور رو نشون بدم. الان 5 ولت وارد مدار شده. منبع تغذیه روی 5 ولت هست. این دستگاه فانکشن جنراتور. حالا میخوام دستگاه رو روشن کنم. به صدا دقت بفرمایید. این نشانه سالم بودن نیست. حتما باید رو خودرو تست بشه. فقط دارم شبیه سازی انجام میدم. فرکانس به صورت مربعی روی 9 هرتز. حالا افزایش میدم. بیست و شیش. به صدا دقت بفرمایید. الان 30. دوباره کاهش میدم. حالا بالاتر میبرم. الان رو 25.
110 هرتز. بالاتر میبرم. 150. 176. 200 هرتز دیگه تقریبا مختل شده. 230 دیگه رفت و وصل نمی کنه. دوباره کاهش میدم. 2 رو موج مربعی بود. حالا میبرم رو موج سینوسی. این موج سینوسی. روی 21 هرتز هست. حالا میخوام موج سینوسی رو بالا ببرم. هشتاد و شش. صد و چهل و هفت. صد و نود و دو. دیگه تقریبا کارش مختل شده. روی 200 دیگه عملا قطع و وصلی ندارم. البته با توجه به اینکه من 5 ولت وارد مدارک کردم، حالا میخوام ولتاژ رو افزایش بدم. از رو 5 ولت میبرم بالا. 8 ولت. 12 ولت. با ولتاژ 12 رو فرکانس 200 داره به خوبی قطع و وصل میکنه. میبرم بالاتر. 300 هرتز. 311. حالا میارم موج مربعی. 480. 600 هرتز. پس با ولتاژ 12 ولت داره به خوبی قطع و وصل میکنه. روی 5 ولت نمیتونست. ما فقط قصد آزمایش داریم. فرکانس رو بالا میبرم رو موج مربعی. ببینم رو چه فرکانسی دیگه نمیتونه اجرا کنه. تقریبا روی 700 دیگه مختل میشه. با 12 ولت. حالا میبرم موج سینوسی. 650 دچار اختلاف میشه. روی فانکشن جنراتور دو تا حالت دیگه هم داریم. پالس بالا رونده که ما به پالس سوزنی تقریبا اینا رو میشناسیم. تو خود رو به این حالته. فرکانس رو بالا میبرم. توجه بفرمایید رو 200 مختل میشه. چون عرض پالس کمه برای روشن و خاموش کردن. روی 220 کاملا قطع شد. پس این پالس مناسب این نیست. میبرم رو مربعی. 하나 프리퀀스 가이드 합니다. 이로 프리퀀스 4. 바 12 볼트. 그래서 در دور آرام این اتفاق داره میفته. 혹 دستگاه خاموش. برای شستشوی انجکتور شما میتونید این مدار رو بسازید و
ولی باید ماده شوینده از اینجا وارد بشه. پس میتونید از پمپ بنزین استفاده کنید. به اینجا متصل کنید، ماده شوینده رو وارد کنید، پمپ بنزین روشن بشه و بعد میتونید به کمک همین مدار انژکتور رو شستشو بدید. ممنونم که این ویدیو رو هم نگاه کردید.